برای من خیلی مهمه از کشورها که بسته هستن و صدا مردم نمیتونه به دنیا برسه. من احساس دارم من به عنوان خبرنگار یه معنی دارم و من یه کار مهم انجام بدم که به این مردم که آزادی ندارن و سرکوب میشن یه صدا بدم و اینا میتونن دردشون به دنیا اعلام کنن. برای همین من تو این کشورها مثل ایران، افغانستان، اریتریا، سوریه، ترکیه هی میچرخم و ول نمی کنم. من اتفاقا اینجا بزرگ شدم، یعنی تو همین منطقه ویکتوریان مارکت نزدیکش پدر من یک مغازه فرش داشته، فرش روش بوده و من همیشه اینجا چرخیدم وقتی که بچه کوچیک بودم و فارسی بلد نبودم. پدرم با من فارسی حرف نزد. من همیشه دنبال ایرانی ها راه رفتم که صداشون بفهمم و زبانشون بشنوم. همیشه علاقه من بودم برم ایران و بعدش من ایران شناسی خوندم در آلمان در دانشگاه بامبرگ و بعد از اینکه درسم تموم شد فوق لیسانس گرفتم رفتم ایران و 2 سال تو سفارت آلمان در ایران کار کردم و بعدش رفتم آرده و آرده 4 سال کار کردم و دیگه 2015 شدم رئیس دفتر ARD در تهران برای 5 سال و بعد از اینکه این 5 سال تموم شد من همیشه احساس داشتم که کم گفتم. یعنی تو اخبار همیشه ما وقت داریم تو 1 دقیقه 2 دقیقه خبر رو بگیم و بیشتر خبرها هم خب سیاسی هستن، ولی ایران انقدر بیشتر داره، مردم انقدر بیشتر برای گفتن دارن، انقدر داستانا قشنگ داره، انقدر موضوعات زیبا وجود داره و من همیشه گفتم من به اندازه کافی حرف نزدم در ایران و برای همین خیلی هم به من گفتن چرا تو کتاب نمی‌نویسی با تمام خاطرات و تمام تجربات که در ایران انجام دادی و دیگه این کتاب نوشتم. تقریبا 15 سال ایران کاور کردم و خیلی موضوع مختلف دیدم و برای من همیشه یه موضوع از همه عزیزتر بود این بود که زنها چقدر شیرن در ایران، چقدر بی جنگن، چقدر شجاعن. 88 واقعا زنای ایران اومدن تو خیابون، واقعا اینا جرأت داشتن و ترس نداشتن از بسیج، از سپاه و واقعا جنگیدن و من همیشه میگم که یه روزی ایران اگه یه چیزی عوض بشه با قدرت و کمک زنها در ایران انجام بشه، من مطمئنم.